پیام ها و نامه های دریافتی از هموطنانمون در داخل کشور رو با هم نگاه میکنیم. ابتدا اجازه بدین تصویر رو ببینیم از فعالیت اشرف نشان ها در داخل ایران. اونها تراکی رو توضیح کردن که روش نوشته شده آقای اوباما در کنار ملت ایران هستی یا در کنار آخوندها. مرگ بر ولایت فقیه، زنده باد اشرف. اشرف نشان های داخل کشور همچنین تصویر رو که مشاهده می کنید از 36 شهید مجاهد خلق در روز 19 فروردین همراه با تصویری از میدان آزادی اشرف با شعار اشرف نماد مقاومت و جمله ما تا آخرش ایستاده ایم برامون ارسال کردن، اون رو به صورت گسترده توزیع اینترنتی کردن. حالا نامه ای داریم از خواهری به نام ماهرخ از مشهد از بستگان شهیدان اشرف. من یکی از بستگانم در 19 فروردین 1390 در شهر اشرف به همراه دیگر همرزمانم شهید شد. خانواده ما نیز همانند بسیاری از خانواده های شهدا اجازه انجام مراسم سوگواری فرزندشان را نداشتند. خانواده ام بارها توسط وزارت اطلاعات احضار و در آنجا توسط ماموران اطلاعات مورد ضرب و شتم و تحقیر و اهانت قرار گرفتند. به خواهرمون ماهرخ باید بگیم و به همه خانواده ها و بستگان شهیدان که خون این شهیدان همچنان در رگ‌های همه هموطنانمون جاری است و همین هست که رژیم آخوندی رو از تاثیرگذاری خون پاک این شهیدان به وحشت میاندازه که مجبور به چنین اقدامات نادری دست بزنه و حتی از انجام مراسم سوگواری و بزرگداشت شهیدان هم در هر نوعیش تلاش کنه که جلوگیری کنه. البته هموطنانمون به هر قیمت نشون دادن که یاد شهیدان به طور خاص شهیدان اشرفی رو هر طور شده گرامی میدارن که تصاویرش رو هم تا به حال دیدیم دیگه سالهای اخیر. ادامه میدیم نامه ها و پیام های دریافتی از داخل کشور رو با نامه هموطنی به نام ثریا از تهران. من ثریا 25 ساله دانشجو از تهران هستم. ارادت زیادی به برنامه ایران اشرف آزادی به خصوص با آن آهنگ متنی که رویش حرف دارم. تلاش میکنم با همه مشغله های روزانه خودم را به دیدن یک نوبت از این برنامه برسونم. مدت هاست که دلم میخواست تلاشی بکنم و چیزی برای پخش در این برنامه ارائه بدم، تا اینکه بالاخره با کمک یکی از دوستانم تصمیم گرفتیم یک سری شعار نویسی کنیم و نیز یک سری شعار پخش کنیم. شعارهایی که انتخاب کردیم مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه‌ای و ایران اشرف آزادی. سرانجام مرحله اول کار انجام شد و بعد اونها را توی خیابون انقلاب پشت دانشگاه تهران و توی پارک لاره توضیح کردیم یا نوشتیم. از یک سری هم فیلم گرفتیم، ولی موقع ارسال متوجه شدم که اشکالی در دوربین هست که هرچی تلاش کردم موفق به ارسال اینها نشدم. شب خیلی گریه کردم، احساس میکردم همه تلاشی که کردم برباد رفته است. خواهر بزرگم کمی دلداری هم داد که اشکالی نداره، تو که کارت رو کردی، به هر حال به چشم یک سری میاد و یا یک سری متوجه میشن. ولی من قانع نبودم، آخه میخواستم به برنامه ایران اشرف آزادی برسونم. ولی چه میشه کرد، به هر حال محصول تلاشمون برای این برنامه مهیا نشد. ولی با خودم گفتم من خسته نمیشم، همین جوری که اشرفی ها این همه در تلاشن و ناامید و خسته نمیشن، من هم میتونم مثل اونها باشم. پس گفتم این نامه را میفرستم، ولی بعدش دوباره با دوستم برنامه ریزی میکنیم که یک بار دیگه اون کار رو انجام بدیم به امید پیروزی و اینکه اشرفیان را هرچه زودتر در ایران ببینیم. ما چشم انتظاریم و برای رسیدن به اون روز تلاش میکنیم. درود میفرستیم به خواهرمون ثریا از تهران و عزم اشرف نشانش و با تلاش هایی که دارین حتما ما هم در آینده نتیجه این فعالیت های شما رو خواهیم دید و منتظر اون هستیم.